سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم در خصوص مدل سازی ریاضی با هم دیگه صحبت کنیم شما با مدل های مختلف آشنا شدیم و تو جلسه قبل که در خصوص تقدر عملیات صحبت کرده بودیم در خصوص مدل های مختلفی که وجود داره صحبت کردیم و گفتیم که ما از مدل ها استفاده میکنیم تا یه سیستم رو به یک مدل تبدیل کنیم تا ساده تر بشه این سیستم و پیچیدگی سیستم رو نداشته باشه و بتونیم اون رو تجزیه تحلیل بهتری بکنیم خیلی جاها لازم نیستش که ما سیستم پیچیده رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم و کافی اون رو به یک مدل ساده حتی یه مدل خطی تبدیل کنیم و بعد اون رو تحلیل بکنیم و تصمیم گیری رو انجام بدیم شاید اگر ما یه مدل خیلی پیچیده رو بس اون سیستم هم در نظر بگیریم باز هم تفاوت چندانی تو تصمیممون ایجاد نکنه پس مدلسازی سازی یک بخش خیلی مهمی هستش که با اون سر کار داریم خب مدل سازی ریاضی به زبون ساده یعنی که من یک سیستم رو به زبان ریاضی و مفاهیم ریاضی نشون بدم و سیستمی که تو واقعیت وجود داره کارخونه هست خط تولید هست مسئله بورس و سهام هستش هر مسئله دیگه ای هستش مسئله ولتاژ برق هستش مسئله بتون هستش هر مسئله پایداری یک ساختمون هستش هر مسئله هست اون پیچیدگیهایی که خودش داره رو ساده سازی کنیم و به زبان ریاضی تعریفشون کنیم و با مفاهیم ریاضی تا بتونیم اونا رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم کمیشون کم کنیم و با اعداد سر و کار داشته باشیم وقتی که من یک مدلی رو تهیه میکنم در واقع به این منظور این رو تهیه می کنم که مقادیر X متغیرهای تصمیمم رو طوری تعیین بکنم که محدودیت هایی که باسم وجود داره برقرار باشه محدودیت هایی که برای من وجود داره برقرار باشه و اون هدفی که دارم بهینه بشه حالا کمینه سازیه بیشینه سازیه هر که هستش بهینه بشه خب حالا من هر کدوم از اینا رو تعریف می کنم اما در کل ساختار مدل های ریاضی به این صورت هستش من یک, تا... یک سری تا به هدف ممکنه داشته باشم که بخوام اونا رو بهینه کنم بر فرض میتونم بگم من سودم رو میخوام بهینه کنم سوداوریمو من میخوام هزینه ها رو کمینه سازی کنم و هر چیز دیگه میخوام مقاومت رو بالا ببرم مقاومت بیشینه بشه ماکسیموم بشه هر چیزی من یه سری هدف دارم و یک سری محدودیت دارم محدودیت ها در واقع باید وجود داشته باشن که ما رو محدود بسازن من باسه اینکه که سودم رو بهینه کنم تو یک فضایی وجود داره اون فضا باید کوچیک بشه تا من بتونم تصمیم گیریم رو انجام بدم و این محدودیت ها هستن که یه جوری فضای من رو خلاصه میکنم و میتونن من تصمیم گیریم رو به ساده تر انجام بدم و متغیرهای تصمیم که در واقع مدل ما رو ایجاد میکنم و من بر اساس این متغیر تصمیم وقتی که تعیین بکنم بر فرض چه مقدار از یک کالایی تولید کنم که سوداوری من بهینه بشه چه مقدار از مواد اولیه استفاده کنم که به تون من مقاومتش بالا بره و چه مقدار سهام بخرم از یک کارخونه که پورتفولیه من سبد سهام من بیشینه بشه اینا متغیرهای من میتونن باشن حالا اینجا یه سری مثال ها رو اووردیم سری مثال های ساده که درک بهتری داشته باشیم که همونطور که گفتیم میزان تولیدم رو من مشخص کنم به طوری که محدودیت هشت ساعت کار من رایت بشه یعنی کار... کارخونان اون کارخونه 8 ساعت کار بکنن و انبار منم کامل پر نشه فضای خالی مقدار داشته باشم محدودیت فضا دارم من اونجا این دوتا محدودیت من برآورده بشه تا سود بهینه رو من به دست بیارم سود من ماکسیموم مقدار خودش بشه یه مثال توی کارخونه میتونه باشه یا توی بتون که صحبت کردیم من مواد مختلف متغیرهای تصمیم من مواد مختلف رو چطور با هم ترکیب کنم توی یک بتون که از مقادیر که در حال حاضر از این مواد دارم برای مقدار محدودی از هر یک از موادم دارم تجاوز نشه خب مثلا من هر چقدر از یه ماده بیشتر استفاده کنم شاید بوتون من مقاوم تر بشه اما محدودیت وجود داره محدودیت دسترسی وجود داره مقداری که میتونم بخرم و غیره تا اینکه میزان استحکاممون بتون بیشینه بشه بیشترین استحکام رو به دست بیارم یا یعنی اینکه توی فناوری اطلاعات ما میدونیم که وقتی که اینترنت وارد حال یه اپراتوری میشه یا داره اینترنت هستش و اپراتور یه نودی هستش که اونو بین نودهای کوچیک‌تر تقسیم بندی میکنه خب هر چقدر به این نودهای اینترنت بده در مجموع کل این نودها که اینترنت پخش میشه باید با این برابر باشه حالا من یک جا توی یه نودی مصرفم بیشتره توی یه نودی مصرفم کمتره من میخوام حجم اینترنت هم تو نودهای مختلف طوری تعیین بکنم که اینترنت من در کل اون حجمی که دارم براورد بشه یعنی از اون بیشتر نشه و قطعی اینترنت هم کم بشه مثلا من یه نودی اینجا دارم به این خیلی اینترنت بدم و به این حجم اینترنت کمتری بدم این قطع میشه خب و کار کار یعنی کاربران ناراضی میشن پس من میخوام مقدار حجم تقسیم مقدار حجمی که میتونم تقسیم کنم تو نودهای مختلف رو تو اینجا تصمیم بگیرم این سری مثال ساده بودش که تو دنیای روز استفاده میشن و کاربرد دارن خب حالا هر کدوم از اجزای رو اگه بخوایم تعریف بکنیم گفتیم یه بخشش هست تا به هدف ما تاب هدف و با عناوین مختلفی شاید تعریف بکنم Objective Functions هست Creation uh, Creator یا uh, Function هستش Decision Function هستش توابع تصمیم توابع هدف من اون چیزی هستش که میخوام بیشینه یا کمینه بشه uh, فرض کنین تو دوره دبیرستان ما یک سهمی داشتیم خب این سهمی مقدار ماکسیموم داشتش اگر این تاب سود من باشه مقدار ماکسیموم این بودش که بیشین مقدار رو به من تعریف کرد و میگفتم کجا ماکسیموم هست و اون ایگر مساوی x2 که اینجا x2 تابع من هستش من اینو چه عددی بدم که این بیشین مقدار بشه ایگر این ایگر تابع هدف من هست و همون مفهوم هم اینجا وجود داره یک تابعی داریم ما که میخوایم بیشینش کنیم یا کمینش کنیم البته تا یک تابع نیستش ما میتونیم چندین تابع مختلف داشته باشیم تو حالت ساده ترش یک تابع و حالت مختلف چندین تابع که میخوایم هر کدوم مینیموم کنیم یا ماکسیموم و یک سری محدودیت وجود داره فرض کنیم تو همون مثال x2 ممکن بود سهمی ما به این شکل باشه اون وقت اگه من میخواستم بیشین مقدار رو تعریف بکنم میگفتم بی نهایته هر چقدر این افزایش پیدا کنه بیشین مقدار هم یعنی اون تابه منم بیش نمیشه اما یک محدودیتی میذاشتم وقتی که میگفتم x2 من نمیتونه از این مقدار بیشتر x من نمیتونه از این مقدار بیشتر باشه اون وقت این محدودیت من بود که میگفتم x باید کوچیکتر از مثلا a ای باشه اینجا خب کوچیکتر مساوی اگر بذاریم و اون وقت اینجا بود که بیشین مقدار رو به من نشون میداد یا یعنی x باید بزرگتر مساوی صفر باشه اون وقت دیگه اینا قبول نمیشد پس فضای جواب من بذارید یه رنگ ای بنویسم فضای جواب من در واقع این ناحیه میشدش که های بزرگتر از صفر داره و های کچکتر از کچکتر از آ و اون وقت اینجا مقدار بهینه من میشد پس اینجا ف... محدودیت ها باعث میشن که فضای جواب من کچکتر بشه و من بتونم در واقع بر اساس اونا مقدار بیشینه رو تعریف بکنم و به دست بیارم پس محدودیت لزوما شاید منفی نباشه یه چیز بدی نباشه یه چیز خوبی هست مثلا انبار من یک محدودیت فضا رو واسه من ایجاد میکنه چیزی هست که به صورت فیزیکی بیشتر از اون نمیتونم خب تولید کنم و نگهداریشون کنم خب اینم از محدودیت ها که کانسترایت بهشون میگیم و متغیرهای تصمیم که در واقع مدل ما از طریق اینا ساخته میشه متغیرهای تصمیم اصولا مستقل هستن یعنی ممکنه در واقع یک سری در اون وابستگی های بینشون وجود داشته باشه و خیلی وقتا هم از اونا چشم پوشی میشه اما اگه در اون وابستگی های اونا وابستگی های اونا ها زیاد باشه در واقع خودشون باید تابعی از یکدیگر بشن به حال متغیرهای تصمیم هستن که ما میخوایم مقادیرشون رو به دست بیاریم چقدر من از کالای یک یا کالای دو یا غیر تولید بکنم که سود من بش بیشینه بشه و محدودیت های من برقرار باشه چقدر از مواد اولیه یک دو سه ترکیب کنم از هر کدوم از اینا که بتونه من استحکام پیدا بکنه چقدر از سهام کارخونه فلان و کارخونه فلان فلان بخرم که سبد سهام من بیشینه بشه سودی که در آخر به دست میارم و غیره که ما اینا میگم متغیره تصمیم خب حالا میخوایم در واقع مدل های ریاضی رو طبقه بندی کنیم این طبقه بندی خب ممکنه تو همه جا یکسان طبقه بندی نکنن یه طبقه بندی کلی من سعی کردم و برده باشم اینجا این باعث میشه که به ذهن آدم ساختار بده برای زمانی که ما یه سیستمی رو میخوایم مدل سازی کنیم چون سیستم خیلی میتونه پیچیده باشه و مدل سازی اون نیاز به یک ذهن ساختار یافته داره به خاطر همین ما مدل های ریاضی و طبقه بندی میکنیم و سیستم اون رو نگاه میکنیم ببینیم تو چه مدل هایی میتونیم اون رو ساده سازی کنیم و بر چه اساس ساده سازی کنیم تا مدلمون رو ایجاد بکنیم یه طبقه بندی اولیه که انجام باید بدیم اینه که ماهیت خود سیستم رو بشناسیم ببینیم پویا هستش یا پایدار هستش به چه منظور اگر سیستم در طی زمان تغییر نکنه اون وقت میتونیم بگیم که پایدار هستش و سیستممون تو حالت ثابت و پایدار قرار داره اما اگر در طی زمان تغییر داشته باشه اون وقت سیستم ما پویاست فرض کنین یه مثال کلی در نظر بگیرم شما باید سیستمتون رو در حالت پایدار در واقع مدل سازی کنین مگر اینکه دیگه خود واقعا ماهیتش پویا باشه به چه معنی یعنی اینکه زمانی که فرض کنین یه شرکتی که سیستم شما هستش در حال کاره خب این یک روز عادی هستش تو یک روز عادی میتونیم بگیم سیستممون پویاست سیستممون پایداره ببخشید اما زمانی که زلزله اومده و شرکت یهو میریزن بیرون و شاید دو سه روز تعطیل باشه یا نیمه وقت کار بکنن اون وقت تو حالت پایدار قرار نداره و ثابت نیستش پس این یه حالت پایدار و ثابت بودنه که باید در نظر بگیریم اما اگر سیستم ما در طی زمان تغییر بکنه فرض کنید همون شرکتی که مثال زدیم خب این شرکت در مثلا موقعی که تاسیس میشه خیلی کوچیک میتونه باشه میتونه فرض کنیم مثلا سرمایه کمی داشته و حدود 100 نفر در حال حاضر توی این شرکت در حال کار هستن و در طی زمان مثل دو سال دیگه خب این شرکت پیشرفت میکنه و نیروی کاری اون به هزار نفر میرسه و این در واقع نشون میده که سیستم من در طی زمان تغییر کرده خب همونطور که از این مثال متوجه میشین اکثر سیستم پویا هستن یعنی در طی زمان واقعا تغییر میکنن یعنی چی پایدار و ثابت باشن فرض کنید من به جای دو سال دو ماه در نظر بگیرم تو این دو ماه بعید میدونم این شرکت بتونه از 100 نفر به هزار نفر برسه ماکسیمم به 105 نفر یا 10 نفر برسه فرض کنیم خب تو این دو ماه سیستم من دیگه ثابته پایداره خب و میتونم مدل سازیمو بر اساس این انجام بدم اما اگه بخوام باسه دو سال دیگه تا دو سال دیگه برانزیمو بکنم و مدل سازی بکنم باید حالت پایدار دیگه در نظر نگیرم و حالت پویا در نظر بگیرم اونو. چون سیستم داره در طی زمان تغییر میکنه این یکی از ماهیت ها هست این یکی از مثال های میتونیم بزنیم تو این زمینه که حالا تو مبحث مدل سازی پویا سیستم های پویا میشه به اون در واقع رسید میتونیم از های زمانی تو اینجا مثال بزنیم و این مپس رو مثلا سری زمانی توی مدل سازی پویا استفاده کنیم بحث دیگه هدف ما هستش در واقع تا به هدف ما هستش ما چه چیزی رو میخوایم بهینه کنیم چه مسئله چه هدفی رو داریم که به دو شکل تقسیم بندی میشه تک هدفه و چند هدفه توی تک هدفه فرض کنیم من سود رو میخوام بیشینه کنم هزینه رو کمینه کنم قدرت رو بیشینه کنم استحکام رو بیشینه کنم و مثال مختلف اما توی چند هدفه ما دو تا مبحث میتونیم داشته باشیم گزینه های مختلفی دارم که میخوام انتخاب بکنم تا سود من بیشینه بشه هزینه من کمینه بشه راحتی کارکنان من افزایش پیدا کنه فرض کنید من میخوام ساختمون جدیدی رو خریداری کنم برای شرکت چند تا گزینه دارم تو مناطق مختلف جغرافیایی حالا کدوم یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کنم تا در واقع راحتی کارکنان من تضمین بشه تا بهترین امکانات رو داشته باشم تا کمترین هزینه ها رو داشته باشم هزینه مثلا آب برق گاز و غیره اینا هرکدوم یک جور هدف هستن این مواردی که زنیم که چند هدفه و چند گزینهای میشه مثال ما اما خب تو حالت پیوسته میتونیم در نظر بگیریم که من چطور مواد اولیه یک بتون را تعیین بکنم به طوری که استحکام من بیشترین مقدار رو پیدا کنم و هزینه مواد من کمترین مقدار باشه خب این هم یکی از مثال های دیگه چند هدفه هستش که بحث خودشون دارن تو حالت بعدی نوع توابه هستش نوع توابعی که من دارم در نظر میگیرم به دو صورت کلی اینجا من تقسیم بندی کردم خیلی تاثیرگذار گذار هستش توی پیچیدگی سیستم نوع خطی و نوع غیر خطی تو نوع خطی خب من میتونم حتی به جوابهای دقیق برسم بر اساس معادلات ریاضی که دارم اما تو مسائل غیر خطی تو خیلی از جاها نمیتونم به جواب دقیق برسم تو بعضی جاها شاید بتونم اما تو اکثر مواقع نمیتونم برسم و نیاز به الگوریتم های داره که الگوریتم جستجویی داره که جواب نزدیک به بهینه رو پیدا کنن که به, دو، به این دو قسمت تقسیم بندی میشه که تو مسائل مختلف بهش میرسیم و بر اساس نوع متغیر تصمیم گسسته باشه یا پیوسته باشه منظور از گسسته چی هستش یعنی اینکه من به صورت در واقع من میخوام ایکس ام رو مثلا مواد اولیه‌ام رو تعیین بکنم میتونم تا جایی که میتونم اونا رو خورد کنم مثلا از یک ماده ای من میتونم 100 گرم استفاده کنم میتونم یک گرم استفاده کنم میتونم نیم گرم استفاده کنم میتونم 2500 صدم گرم استفاده کنم و همینطور خوردش کنم پس این یک حالت پیوسته است اما تو شرایط دیگه ای من نمیتونم این کار رو انجام بدم به طور مثال فرض کنیم من مسئله انتخاب مسیرهای مختلف رو دارم مسیر یک x من میشه مسیر یک مسیر دو مسیر سه مثلا از این مسیر برو از این مسیر برو از این مسیر برو انتخاب یک مسیر رو دارم این یک مسئله گسسته هست چون من نمیتونم بگم از مسیر یک و نیم برو دیگه مسیر یک و نیم ندارم که مسیرهای من گسسته هستش و یک مسئله گسسته و میتونه نوع حل اون متفاوت باشه و بر اساس اون بریم جور و ذریبای من میتونه قطعی و احتمالی باشه منظور از ذریب قطعی و احتمالی چی هستش فرض کنین که من میخوام یه سری محصول دارم بسته دارم که میخوام توی انبار جا بدم درسته من اگه این اندازه بسته من یک در یک باشه و اندازه انبار من ده در ده باشه من ده تا از اینا رو فرض کنیم میتونم توی این انبار یا جعبه یا هر چیز دیگه جا بدم خب این ده قطعیه من بیشتر از ده یا چیز نمیتونم انجام بدم اما بعضی وقتا این ذرایب به من احتمالی میتونه باشه چطور؟ فرض کنین که اصلا تو همون مسئله انبار اگر بخوایم حالت احتمالیشو در نظر بگیریم فرض کنین که من میتونم انباری رو اجاره کنم انبارهایی رو اجاره کنم به احتمال نیم یا یک دوم میتونم انبار یک رو اجاره کنم و به احتمال نیم میتونم انبار دو رو اجاره کنم و اون وقت اگر انبار یک جاش ده در ده باشه و انبار دو صد در صد باشه من به احتمال یک دو دوم میتونم ده تا از اون یک در یک رو جا بدم و به احتمال یک دوم میتونم صد تا از اونا رو جا بدم و این یک حالتی هست که میتونه مثلا احتمالی در نظر بگیرمون خب اینا تعریف کلی طبقه بندی مدل ریاضی بودش که به ترتیب در واقع بحث هر کدوم پیچیده تر میشه. اما از کجا شروع میخوایم بکنیم ما که حالت ساده ای باشه حالت ساده اون در واقع یک سیستم پایدار، تک هدفه خطی پیوسته قطعی هستش که بهش میگن برنامه ریزیه خطی تو این حالت تو این مدل پایه‌ای ما مفاهیم مدل سازی ریاضی رو میتونیم یاد بگیریم و حل دقیق اون رو هم به دست بیاریم البته واسه همه مواردش باز نه ولی واسه اکثریت اونا اگر جوابی داشته باشیم میتونیم جواب دقیق اون رو به دست بیاریم و هر وقت آیتم های اون رو مقداری تغییر بدیم مثلا اینجا حالت پیوسته رو به گسسته ببریم یه مقدار مدل ما پیچیدگیش بیشتر میشه و راهکارهای مختلفی واسه اون داریم باسه بعضی از مسائل خب گسسته شاید حتی ساده تر از پیوسته بشه تو اون حالتش و بیشترش بهتره که بگیم به جای سخت در شدن پیچیده تر شدن راهکارهای مختلفی داریم درسته اگر بریم تو از حالت پایدار بریم به حالت پویا مسئله ما پیچیده تر هستش در واقع ولی خب راهکارهای مختلفی هم باسمون اون ارائه شده همینطور از مدل خطی بریم به مدل غیر خطی به مدل چند هدفه و غیره خب. اما ساده ترین حالتی که میخوایم شروع بکنیم و مفاهیم ریاضی رو یاد بگیریم حالت پایدار تک هدفه خطی پیوسته قطعی هستش که بهش میگن برنامه‌ریزی خطی و با اون شروع میکنم و یواش یواش سیستممون رو از حالت ساده به حالت پیچیده تر جلو میبرم مثلا تو مرحله بعدی میتونیم ببریمش گسسته تو مرحله بعدی غیر خطی باشه و غیره این مبحثی که گفتم مثلا به ترتیب میبرن جلوتر در واقع مباحث دانشگاهی هستش که بر این اساس چیده شده اما توی حالت سیستمی که ما میخوایم مدل سازی بکنیم در واقع میایم نگاه میکنیم که ببینیم سیستممون رو تا چه حد میتونیم ساده کنیم هر چقدر بتونیم ساده تر کنیم یعنی به این های پایدار خطی پیوسته قطعی نزدیکترش کنیم خب راحت تر میتونیم حلش کنیم و فر... تو اکثر مواقع سیستم های ما نمیتونیم تو این حالت مثلا به این سادگی مدل سازیشون کنیم میایم نگاه میکنیم ببینیم اوکی چه مواردی رو باید آزاد بکنیم چه مواردی رو باید به پیش سیستم اضافه کنیم تا به اون نتیجه مطلوب مدلی که نمایانگر سیستم ما هست برسیم ممنونم از توجهی که داشتین امیدوارم مفید واقع شده باشه خدا نگه.